نمایندهی شرکت فابر لیک بونوون رو با همکاری دعوت میکند. کار فسیلوی بوده، بونوون میتوانند فعالیت خود را از داخل خانه براه مانند و توسط اینترنت تجارت خود را پیش برده فایده بگیرند. برای معلومات بیشتر با این تلفن زنگ بزنید +992 92 628 55 05. اصلا امروز درباره یک انسانی نجیب میخوام حرف بزنم، با او صحبت بکنم. این سراینده در مدت خیلی کوتاه محبت و اخلاص و اعتقاد دوستداران هنر را صاحب شد، ولی در گذشته میدونید چیکار میکرد؟ مثل همه مهاجر بچه های تاجیک در یک انشاءات ساختمانی دست آستین را بر زده با بازوان خود مهنت میکرد، مثل شما بچه هایی که مرا این زمان تماشا میکنید و حالا در روی صحنه ها برآمد میکند. وقتی که هنرنمایی او را در روی صحنه ها میبینیم، هیچ وقت حدس نمیزنیم که زمان او در یک انشاءات ساختمانی با محصولات ساختمانی کار میکرد، مهنت میکرد و سراینده شدن این فقط یک آرزوی دوردست بود که حتی گاه خیال میکرد که با اون آرزو دسترسی پیدا نمیکند. اما آرزوها دسترس شدند، آرزوها عملی گردیدند. رستم عظیمی مهمان ماست. درود بر شما و درود بر رستم. تشکر زیاد اکو عزیز سراول، درود به تمام تماشابینان برنامه ناگفته و تشکر برای دعوتتون. میخواهم اول به همون هجرت برویم، به همون انشاءات ساختمانی برویم. سلام باشید. من از بعد از ختم کالج سند سال 2008 بود، ماه می 13 می فراموش نمیکنم، من سفر کردم به فدراسیون روسیه. از سبب وضع اویلوی بسیار میخواستم که در اویلا که فرزند کلون خانواده بودم، بسیار میخواستم که به پدر در بر پدر استم یاردم کنم. فکر میکردم یک سال دو سال کار میکنم برمیگردم. وقت از اون در تاجیکستان فکر کردم در فدراسیون روسیه مبلغ ها کشیده شده است، ما میروم چنده میبیم چنده میبیم. البته خورد بودم، 16 یا 17 سال داشتم، خورد بودم. خلاص بعد از سفر قریب که یک سال در هر خیلی کارهای سیو میگن در اونجا خیلی کارهای رستم. استاپ، از اول میرویم. چی شما رو مجبور کرد که به فدراسیون روسیه روید؟ یعنی پدر کمک مشقت داشت، چیکاره بود پدر؟ چیکاره هست حالا هم؟ و اون زمان در کجا کار میکرد؟ اون زمان در فدراسیون روسیه بودم. پدر در فدراسیون روسیه بله. بود بله. یعنی پدر علاقه مزه غربت رو چشیده بود. البته شما میخواستید به نزد پدر بروید؟ بله، در برشون استم کمک کنم. مادر اینجا با فرزندان؟ البته. خلاصه در 16 سالگی اولین بار از مملکت بیرون رفتید. بله. چیپتا گرفتید؟ چیپتا. چگونه بود احساس های اولین سفر؟ شب خوبر بود، دوشنبه رو ندیده علاقه مسکر رو می دیدم، نیت داشتم و برای من یک عجیب بود. بسیار کودکی کنجکاو بودم، جوانی کنجکاو بودم، چه خیلی باشد. شب خوبر بود و نصیب بود است رفتیم. به کدام شهر؟ به شهر مسکو، یکی از ناحیه های مسکو، مجایسکی رایون میگن در اونجا بودیم. روزی دوم، روزی سوم بود که علاقه من با گریه کردن آغاز کردم. چرا؟ مادر رو بسیار یاد کردم، وطن رو بسیار کردم، نتوانستم عادت کنم در مدت اول. البته گریه، پس یک خانچه بود میشستم گریه میکردم خود به خود، دازه دازه، هیچ کس خبردار نبود. پدرم رو نمیخواستم که بینن، نمیخواستم پدر بینن، زیرا من همجون مرد خودم رو گفته در برای پدر میخواستم یاردم کنم، کمک کنم، ولی پدر بیخبر بود. در سی اون روز علاقه پشایمان شدید؟ البته خیلی دشوار بود، خیلی دشوار بود. کارهایی که در اول کردیم پدرم نمیگذاشت من کاری سیو کنم، نمیگذاشت. چی دشوار بود؟ بیا در برای دشواری حرف میزنیم. عموما اون تصوراتی که من داشتم نسبت به روسیه، گفتم که در پیش که فکر میکردم که در اونجا مبلغ کشیده شده است، من میرم هم تو یاردم میکنم مبلغ میچینم، لیکن به هر حال در روزی کوری 500 روبل بود و برای من چی کار بود؟ بیا در برای همون کار حرف میزنیم. اولین کاری که میکردم که ارزو جان، ما
نمیدونستم که چی میگویند زنبر زنبر یعنی همون لوی رو میبردارند بیتون رو بودم جا میبرداشتم من فکر کردم سبک باشه همین قدر وزنیم بود من خودم رو مردانوار گرفته میبرداشتم کمک میکردم با همین فقیرها برداشته با دویم دویم آشونه میبرداشته و خیلی عذاب بود در اول خیلی عذاب بود مشقت بود و من که یاردم چی استاد بودم خیلی عذاب بود و شکر که از چنین درس‌های زندگی گذاشتم پدر با شما کار نمی‌کرد یعنی در پهلوی پدر نبودید نبودم چون که پدر با دیگر هم دیارون در دیگر جا کار می‌کردم وضعیت نبود که من با پدر در یک جا کار کنم و عادت کردم که خودم آهسته آهسته تنها تنها و بعد از یک سال دیدم که نمی‌شد جای استقامتتون چگونه بود جای زیست لااقل خوب بود خوب بود اما اونچنان خوب بگفتید که خوبی بدتر از بد گفتید حالا گفته میتوانم که دلم میسوزد نه البته وگون نبود یک خانه بود زیاد از 20 نفر 22 نفر زندگی در یک خانه, در یک خانه البته چه خیلی بشما گویم یک در اون وقت در اون حالت برای اون که زندگی کنی بالای بومت پوشیده باشد خوب بود و حالا تصور میکنم که چی طور من تانستم در این خیلی جای زندگی کنم و دلم به هر یک مهاجر میسوزد که در چنین حالت زندگی میکنه و به هر حال انسان به شرایط مطابق میشود البته خوش شرایط البته. خوب است خوش شرایط البته. بد است مجبوری که زندگی بکنی و ما هرچند میگیم که نه من نمیخواهم اینجا کمی گرم است اینجا کمی سرد است ولی این را دانسته باشید که شرایط انسان را احاطه میکند ما تسلیم شرایط میشویم این را بخواهیم یا نخواهیم شرایط ما را تسلیم میکند اما هنر چی شد هنر رو در صندوق سینه تون محکم کردید خیلی چخورتر بود محکم کردگیم در سال اول سال دوم اینقدر فکر میکردم البته میخوندم ترانه خونه میکردم پس چی؟ پس در کجا در دارون سخت بود در البته در پسی بلن کجا می بود در پس خونه که هیچ کس نیست میرفتم می نشستم پس میخوندم تا غبار برارم همه با خبر شدن که من سرود میخونم اهل اولیه ما بی خبر بودن که من تا در دلم این چیز رو سخت میپرورم همه بی خبر بودن چطور بی خبر بودن شما که در کلیجی صنعت میخوندید نه باورم داشتن که من صنعت کار میشم گفتن که در کلیجی صنعت خون البته راو خون گفتن لیکن هم درسی شادروان دمیربیگ بودید یادی دمیربیگ بخیر بخیر باشد البته تربتش روشن باشد رستم عظیمی هم درسی دمیربیگ کلیموف در کلیجی صنعت بود و برای دمیر بکمی غمگین شدم تربتش روشن باشد و یک چیز در اون روزها در اون لحظه ها در برای دمیر بک بعدا با صحبت میکنیم در امتداد همین برنامه اما حالا میخوام بگوید که در همون بین دیوارهای سرد ساختمان کدام ترانه رو شما میخوندید یکی از اولین ترانه هایی که من پیشکش مخلصان گردانیدم مگر دنیای من دنیای غم بود من در نظر دارم در همون شرایط سخت در همون چهار دیواری سرد ساخت حالت ها بسیار بودن اکی آرزو جان بسیار لحظه های بودن که دشواری بود حتی سوره های قرآن رو میخوندم از فریاد یعنی شما قرائت کرده میتوانید نه اینقدر خوب ولی از خود کردم کم و بیش قرائت میکردم بلند بلند دوز زده قرائت میکردم تو همون غباری که در دل است بیرون شود غم بیرون شود و با ارزو زندگی میکردم همیشه چی رو میخوندید از ترانه ها چی رو زمزمه میکردید پنهان از چشم ساختمانچیان بسیار ترانه ها رو از استاد احمد زهیر کدامش رو خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره بسیار بود چون این ترانه ها عجیب و در غربت زمزمه کردن این ترانه باز رنگی دیگر دارد البته یک مزه دیگر دارد نیروی دیگر می بخشید که باوری بسیارتر می شود وقت از اونه که سال می رفت روز می رفت مشقت ها من باوری داشتم ارزو می کردم نیت می کردم باوری داشتم که روز این عذاب ها پسی سر می شود ببینید شما هم درس شادروان دمیربیگ بودید بله دمیربیگ شما سال 2000 چند رفتید؟ ما از 2004 تا 2008 خواندیم در کلیج سند با هم
خوندید. کدام سال به روسیه رفتید؟ 2008. 2008. تو کدام سال اونجا موندید؟ تو 2016. تو 2016. در 2016 دمیربیگ الکای سراینده مطرح بود. البته. البته. شناخته شده بود. البته. و شما که هم درسش بودید، یک حس شما را عذاب نمیدود که چرا شما در این جای گیرید و در اینجا و دمیربیگ موفق شد، چرا شما موفق نشدید و دمیربیگ موفق شد؟ این سوال شما را رنج نمیدود؟ نه البته، نه البته. هر یک نفر در زندگی باوری دارم که به ارزوی و به نیتهایی که دارد خداوند به همه روز میرساند که نصیب کرده باشد. رابطه داشتید بود دارد. نه، بعد از کالج سند اینقدر ما وقتی اون وقت ها تلفن نبود، اینقدر این خیلی چی نبود، علاقه نبود و هر بار میدیدم بعد از اوهیستویسته که شبکه های اینترنتی پیدا شد، تلفن ها دست دست شد، میدیدم دمیربیگ چگونه شما رو قبول کرد هنگامی برگشتنتون از روسیه وقتی که با هم وخوردید؟ من حس میکردم که دمیربیگ و یک دیگه همکرسی ما گلاسال پلوتو ما با هم یک جا خوندگی هستیم. فکر میکردم هر دین ها موفق بودن در جاده سند، فکر میکردم اونها تماما مغلوبه میشناسن، فکر میکنم اما دردی سیستارگی دارن. به هر حال من اولین بار که دمیربیگ رو در یکی از خانه دوستمون دیدم، چه خیلی که در همون سال کالج میخوندیم با هم سلام علیک میکردیم، سلام رستم، همون سلام رستم، همون دمیربیگ، فقط کمی بزرگ شده است دیگر، بسینو سال میگم، بله، لیکن همون دمیربیگ که با هم میخوندیم، یعنی همون مهربانی، البته یکون دیگرگون ندیدم، باور کنید همون. ولی خودم برای من از یک درس بود، عجیب بود، انسان چونی بزرگ شده میتواند، باید باور کرد البته. و همین هفته پیش از فوتش نیز وخورده بودید؟ البته. شب بود، ساعت تقریبا ده شب بود، بعد از معرکه من به خانم دادم که زنگ تلفن شد، یکی از دوستم زنگ زد که در باره چیزی پرسیده بود که دمیربیگ گوشک تلفن رو گرفت. رستم جان در کجا؟ گفتم در خانه. یک بار نمیتونیم اومدم پیش ما و با همین تکلیف دمیربیگ راستی هیچ چیز فکر نکردم، برامدم با ماشین سوار شدم راست به خانه من دوستم اومدیم و خیلی شیشتیم، خیلی صحبت های تو رو دراز کردیم و خیلی سخن های بزرگ گفت نسبتی سراسیمه نشویم در از این معرکه به این معرکه، ماشین رو تیز نروانیم، در این بونو بسیار صحبت کردیم. باور کنید همین چیز رو بسیار فکر میکنم که ماشین رو تیز رواندن ممکن نیست، منم احتیاط داشتم. چرا شما این موضوع رو انتخاب کردید؟ راستی یک دو روز پیش از این بخوری ما همراه اهل گروه از شهر استرفشان به خوجند سفر داشتیم، معرکه داشتیم، کمی سراسیمه ماشین رو رواندیم و به صدمه دچار شدیم، یک حالت ناگواری بود. البته همون حالت رو نقل کردم با دوستان، همجا نشسته بودیم. از این سبب دمیربیگ خیلی عمر رو نصیحت کرد که سراسیمه نشویم. شما به صدمه گرفتار شدید با اهل گروه؟ بله بله. سر فرمانی ماشین شما بودید؟ یکی از دادرم و کامیار جان بودن. میشناسم کامیار رو، درود کامیار. نمیدونم چرا سرعت رو بلند کرد کامیار؟ وقت مجبور کرد، ما باید که دریافت میکردیم معرکه نوبتی رو، از این سبب کمی سراسیمه شدیم. کامیار جان کمی سراسیمه شدم. چگونه شد صدمه شما؟ در یکی از راههای شهر استرفشان خوجند در شهرام چی بود؟ گردش. از پیش گردش بود، از پیش یک ماشینی کلون اومده ایستاده بود و ما ندیدیم که چراغش سخت بلند بود، ما ندیدیم، از این سبب ندیدیم که در پیش گردش چی بزرگ است، از این سبب سراسیمه بود. با کمی خیلی درختی بزرگ بود داشت که ما رو از بلا نجات داد. البته علی به همون درخت برخوردید؟ بله بله، ماشین به فکرم دو سه چرخ زد به همون درخت ایستاد. چند نفر بودید در داخل؟ 4 نفر بودیم، کامیار، رستم، باز دو نفر دیگر نوازنده هم بودن، بنیاجون و سهراب. بنیاجون و سهراب، بنیاجونی آهنگساز. بله. یکون جایتون رو سیب نبرداشت؟ کما بیش بود، ترس بود از همه اساس و روسی خیلی یک دو هفته سه هفته دستی چپم لات خود شد، نرفتم یکون جو نرفتم، دختونشون از ترس دیگر بچه ها اینقدر آسیبی سخت ندیدیم. ماشین چی شد؟ با آهن تبدیل یافت. چگونه ماشین بود؟ مرسدس بود.
چگونه مرسیدس؟ دوست دیوزده میگم؟ دوست دیوزده مرسیدس، بله. از شما بود افتماشینه؟ بله، بله. ارزشش چقدر بود؟ 120,000 میام خیلی بگو فکر. 120,000 دلار. کاشکی. 120,000 سومم بود. بای ماشینی برادرم بود، برادری خوردیم. چند سوم فروخته دیو اینکه با آهن تبدیل بود؟ 10,000 و 12,000 فروختیم. همون دودرم اینه 12,000 فروختم با فکر. اوه یعنی همون در همون وخوری ما همین موضوع رو شدیم، در این باره موضوع سخن کردیم. بعد از فافتش میدونم چرا ما رو بسیار نصیحت ها کرد که تیز نرو نماشین رو از این معرکه به این معرکه ساعت های وسیع رو گیرم، وقتی وسیع رو که من سر و سیم نشده بایم. خود نصیحت کرد ولی خود با چنین حالت ترک دنیا کرد. از این سبب همین چیز که می خرسند از اون هستم که نشستیم خیلی تا ساعت 3 شب فکرام 2 شب نشستیم صحبت کردیم، صحبتی گرم کردیم و از این خرسندم البته، لیکن با نصیحت های خودش ترک ما کرد. یادش بخیر باد. رستم ازدواج کردید؟ بله. اولادور هستید؟ بله. شکر. فرزند دارید؟ البته. ولی در نوارها مثل یک بچه هنوز به زن میتابید. سلام باشید. بله صاحب اویله هستم، شکرگزار هستم البته، چور فرشته خدا به من توفه کرده است که عزیزم برای من علاقه که معنی زندگی هم یک الهام بخشند. دختری کلانم علاقه سلطه رو گوش میکنم. در جانی سلطهتون نشد 8 سال داره. بحث میکنم علاقه یک چور دختر دارید؟ نه دو دختر دو پسر. دو دختر دو پسر. هنر دارن؟ یکون نشان سمندر هنر دارد. سمندر علاقه در 3 سالگی تمام اون صداهایی که از تلویزیون میشنه بعد از موسیقی رو خوب میفهمد. فهمیشش بابا خیلی عالی بود. بعد برابر میسرد به یکون خطر. یعنی آینده سرنده میشود؟ از او وابستگی دارد ولی نمیخوام البته، لیکن از او وابستگی دارد. چرا نمیخواید؟ چرا خودتون شده دید نمیخواید که پسرتون بشه؟ بعد هر باری که سفر میکنیم، البته سراینده همیشه در سفر است، پی هم در مرکه است، در خدمت خلق است، برنامه کنسرتی و همون از او پایی که پدر مادرم هر بار زنگ میزنن از ما پرسون میشوند. بسیار ساعت های 3 شب 4 شب دیر میبینم با کار، چون که ایجاد کار ایجاد کاری هنرمند همیشه شب الهام زیادتر میبیند. از این سبب پدر و مادر خواتر میشون، زنگ میزنن، دلم در اونها میسوزد. باور کنید هر بار میگم نمیخوام که من پگاه. یعنی اگر این هنر در بوتین پسر شما اوج بگیرد، اگر اوج گیرد و اگر در حقیقت من از او یک سندکار اصلی رو بینم البته برای چی نه. صدای شما حتی وقتی که حرف میزنید بسیار جالب است. شاید. و من فکر میکنم که شما در علاقه صنعت آوازخوانی موفق گردید، آواز خیلی گیرا و زیبا دارید. شاید. اما در سخنوری نیز صدای شما میتواند بسیاری ها رو تسخیر بکند. در قرائت شعر، سخنوری یکون بار آزمایش نکردید؟ تئاتر پوشکین شهر بوستون در یکی از نمایشنامه هایی که موفق شد در آزمون پرستو من نقش هنرمندی کردگی هستم، هنرنمایی کردگی هستم. نقش رو بازی؟ هالز. نمیس رو بازی کردگی هستم در اون رو نقش. و یکی از موفق ترین رژیسور های تاجیک استاد برزو عبدالرزاقوف بسیار مرا آغوش گرفتن. به طرف همین رژیسور ما نگاه کردن گفتن من این جوان رو از تو میدوزدم و برای من افتخار بود. افتخار بود البته. قرائت شعر چی؟ در این بابت فکر نکردم یکون بار. یکون شعر قرائت کنید حاضر کیف کنیم. حرکت میکنم. نپرسیده زیما زادند ما را، نپرسیده زیما زادند ما را، نصیبی زندگی دادند ما را. برای خیش تا راه بجویم، سری دو راه بگذادند ما را. عجیب عجیب. ببینید چگونه زیبا خیرات میکنه. شما این کار رو باید ادامه بدهید.
بعد از گفتگوی شما؟ بله. و شیرهای کوتاه کوتاه رو میتوانید شما در پیجی خودتون در اینستاگرام، در فیسبوک بمونید، اخلاصمندانتون بهره میبردارند، یا اینکه در نشرهای مستقیم این آواز رو ببینید. میخوام که سرود بخونیم. بجونم بیاید از ترانه های نو. خب خیلی میخواهم از ترانه های نو چیزی پرچه زمزمه بکنیم تا بیننده های ما کیف کنند. قبول. از دو ترانه که در آخر همراه شما آماده کردیم حرکت میکنم که سرایده باشم. اگر اجازه باشد تلفن مرا تید من یک بار خطو نکنم بهتر است. ترانه نوینه که پشیمان هم نام دارد با قلم اکای عزیزی ما اکای جان سر بلند باشید. اگر از خود گذشتم برای تو، خریدم با خون دل جفای تو، گر فتادم ای ستمگر به پای تو، باورم کن از کردم پشیمانم. منو چترو خیابان و شام باران، گریزانم گریزان از دام هجران، گر شکستم پاره پاره آه چی آسان، باورم کن از کردم پشیمانم. خیالم که عمر برام یک دانه دیوانه تر از من، یک دیوانه حالا که از دنیای من بیگانه باورم کن از کردم پشیمانم. باورم کن از کردم پشیمانم. عجیب یک جایی سخت دوستش دارم. زمان من گذشت آمد زمان تو، دریغا جان ندارم در جهان تو، نمیابم زی کوچه ها نشان تو، باورم کن از کردم پشیمانم. عجیب آهنگ نیز جالب. آهنگ کی است؟ شهباز جان نصرالدینوف از ازبکستان. بله از تاشکند. بله میشناسم شهباز جان رو و با آهنگسازان کشور خودمون نیز همکاری داره. البته. در برابر اون که خودتون آهنگ میسازید. البته با یکی از خیلی موفق ترین انسان، برای من یکی از انسانی ارزنده که باید برای چنین انسان ها کف زنیم، همیشه نامشون رو با یک بزرگی گیریم که فخر کنیم از چنین انسان ها، که دوران جان رحمت زاد. دوران دوستی عزیزی من. دوران جان سلام. بله آغاز کردیم این سال با اکوی عزیز از ترانه مادر رو آغاز کردیم و نیت داریم که خیلی کارهای زیاد در پیش است. این ترانه مادر رو زمزمه میکنید؟ بجانم اونیز نو است. من هنوز نشده است؟ نه البته حالا ترانه ها نیت داریم که در برنامه کنسرتی پیش آمده البته پیشکشی مخلصان گردونیم. بهترین میشه. معجزه شما. ای بهشتی روزگارم، ماه و تابی شام تارم، غم گسار و غم برارم، مادری چشم انتظارم، گلی حیا مادرم، ای بی بها مادرم، تو شب چراغ زندگی، نور خدا مادرم، نور خدا مادرم. در نگاهت اشک ارمان، در صدایت آه پنهان، هر نفس سوزی برایم، مادری جان مادری جان، من چی کردم
از برایت در جوابی اللهایت، هرچی دارم از تو دارم، از صفای یک دعایت، از صفای یک دعایت. گلی حیا مادرم بی نهایت زیبا. حالا آمادگی رفتی ساز، حالا کمکت باید کار کرد در این باره. شعری کی هست؟ شعری احسان جان. احسان اعظم. شعرها با که ها همکاری دارید؟ البته غیر از من. اولا باشه اکا جان، یکی از اولین من باید نامش رو گیرم، همیشه باید تشکر گویم به انسان که دستگیری کردن. در اول من با شعر جوان سینو ابو علی همکاری، سینو جان رو میشناسم، خیلی با هم زیج داشتیم. ایجاد کاری خوب است سینو. با استادی بزرگ، استاد ازرخش، بسیار بی‌بهاست. با از استاد لایق شرالی بسیار استفاده میبرم در ایجادیاتم، و امروز شکر بنا با احسان جان و شکری با شما. در اون حقیقت تلخی که در غربت بود، چه چیزها باقی ماندند؟ کدام جزئیات اون حقیقت تلخ تا هنوز در حیات شما هست؟ من در نظر دارم انسانها را. من میدونم که لحظه های سخت میگذرند، غذای وز میشود، لباسی وز میشود، شرایط محیطی وز میشود، ولی انسان ها باقی میمانند. از اون انسان هایی که در آنجا در غربت با شما بودند، ماندند رفیقانی که تا هنوز مثلا میگویند که رستم یادت هست ما دیوار رو رنگ میزدیم؟ البته در اونجا همکاری میکردیم، شناس شدیم. از ناحیه وخش زیاده از 17 تا دوستان بودن که با هم همکاری کردیم و تا حال می نویسند. یک سوالی دیگر، بچه های جوان می روند و اصلا که بچه های ما خیلی زیبا و خونگرمند، بسیار انرژی دارند، دختران روز توجه می کنند. اونجا مثلا یکون گیرلفرندی روز داشتید؟ اکبر جان همه یا شما میخواید که مشکلش را در زندگی میخواید این گذشته شما است؟ البته در یکی از حالات های عجیب است، باید نقل کرد که برای کسی، شاید با کسی چون این حالات شده میستم. در یکی از زمستان سرد بود، نتوانستم در چی میگن ساختمان کار کنم، و یکی از دوستانی از جمهوری ازبکستان پیشکش نمود که در یک جو شاورما میفروشد. میتونم گفتم البته میتونم، لیکن یگومو نمیدم شاورما چیست. خوردگی هستم ولی چی تاب تیار میکنن چیشون نمیدونستم. میتونم گفتم منو بعد کار میکردیم. یکی از همون صاحب کار دختر داشت، لینا نام داشت. قریب 2 سال با هم صحبت میکردیم. البته لینا، لینا لیلا یا لینا؟ لینا یلینا پمونه تو جکی روسی یلینا. لینا میگفتم شنا بله بود چی بنه روس کردن یگون جای نداره. با چی شد مناسبت شما بر هم خورد؟ من گریختم. من سال 2016 هنگامی که به تاجیکستان اومدم، من فکر نمیکردم که باور میکنم، صدقاً باور داشتم، ولی بسیار بچهای اوسیو میونه همین خلا کار رو میکنند و میگوریزن. نظر کنید، من فکر نمیکردم که من میبیم به تاجیکستان، با یک قدم هم میتوانم که روی صحنه بیایم، و شکر گذار هستم که برنامه کنسرت، تالار برنامه کنسرت من پر میشود. ما باور کنید ارزو بود، نیت بود، از صدقان بود، ولی ما شوخی به شوخی همراه اهلی گروه خود رو جمع کردم، گفتم بیاین، گفتم یک بار میکنیم صدقان همین کارو میکنیم، گفتم همین نشود هم ما میریم. فکر میکنید که حالا لینا شما رو در فضای یوتیوب میبیند، این نماهنگ و این سرودخوانی و هنرنمایی شما رو؟ شاید. و چی میگوید؟ اخ ککوی کزی. دو سال اول البته می نویستیم. در ادنا کلاسنیک بودم وقت می نویستیم. بعد از ادنا کلاسنیک روسی من همون پرورش رو گم کردم، به همین دیگر از پای ایجاد و از پای زندگی خود روسی فراموش کردم. ولی خیلی تاریخ در زندگی در خاطرات هست. یعنی توسط ادنا کلاسنیک صحبت میکردید؟ میکردیم. در چی بوره حرف میزدید؟ اون من امیدوش که میبیم بر دیگر. یعنی ودا میدودید که میروید؟ نه البته. نه؟ با برنامه کنسرتی اگر نصیب باشد میرم. گفتم یعنی سراینده شدن شما رو میدونید؟ البته. در پیشش سرود میخوندید؟
البته. سوتوی روسی؟ توجیکی بسیار میخوندم. روسی چی؟ ده. یکی از دوستوش در این ترانه بود. جولی جولیا جولی جولیا. این رو برای لینا میخوندی؟ با میخوندیم، شیخ شیخی میخوندیم، کم کم با فرتپیان در خونش بازی میکردیم. خیلی من فکر میکردم اینقدر جدی نبود. من فکر میکردم این یعنی وعده ازدواج ندادم. نه البته نه، ما همچون دوست بودیم با هم. در برای لینا با روزنامه نگاران گفته بودید؟ نه برای اول من نمیدم چه شده شد، حتی کومی با فیلم بیخبر بودن این حالت باور کنید، چون چی خوب است که توجیکی رو نمیفهمد. شاید و من باوری دارم بمارا میشود که فراموش کرد ادنا کلاسنیک در روی ما همون نوشته باشیم. ندارم ندارم، فراموش کردم هم پرول ادنا کلاسنیک رو. دیگر رقمی که روسیه بود باید که به همون رقم اسمس رود، همین که گم کردم. بعد این صحبت هم ما اگر این برنامه رو نشر کنیم فکر میکنم که در خانواده شما پرابلم نمیشود. نمیشه نشر میکنم حقیقت باید دارد. نه هیچ گرم نیست در زندگی من چونی رشک نیست، بسیار اولای سالم است، میفهمد درک میکند و خیلی خوب. بالین ما دوست بودیم که ارزو جان فکرهای هر خیلی رفت. خیر در نهایت باز همی خواهم با صدای زیبای شما برنامه رو به انجام برسونیم. قبول هر چی که دلتون میخواد. عشقی من در شهر تو هنگام سازی میکنه، چشم من هجری تو را با گریه رازی میکنه، خالیم خالی تر از شب کوچه های بکسی، پیکرم در کوچه ها دیوانه بازی میکند. آفرین، من این سرود شما رو خیلی دوست میدارم. زنده باشید. یکی از اولین کاری که همراه شما آغاز کرده بودیم و یکی از دوست داشتنی‌ترین جایی که بود. عشق من در شهر تو هنگام سازی میکند. همه این ترانه هایی که خوندیم برخی یک تابش اکادمیکی دارند و برخی دیگر استرادی، یک گون چیزی همین با مزه فولکلوری خلقی با لهجه خوجندی و با شیوه سمرقندی و این چیزو نخوندیم. تاجیکستان یک رنگ و رنگ است. بله سنت بشر کلو وقت از اونه که بله بشر کلو وقت از اونه که توی رفتیم باری اول نمیدونستیم چی خونه. با خود شهر خوجند وقتی که توی میرفتیم نمیدونیم چی خیلی خونه ایم که ما عمان رنگ و رنگ است. پنجکین میری دیگر، دوشنبه میری دیگر، کلو میری دیگر، بیا تیکا تیکا از هر منطقه میخونیم. خب و من شنیدم که باز با ذکری الله حکیم. البته البته نباید فراموش کنم استاد، در یکی از محفل ها با هم نشستگی بودیم، صدایت مخول شد من با بچه یک تا آهنگ تحفه از نوی من باور نکردم. روزی شد بیش از برنامه کنسرتی نویستم استاد السلام علیکم، من فلان انسانی که از شهر خوجند. او رستم جان شناختم، شناختم بچم بچم. استاد همین خیلی نیاد دارم که یکان سرودی از روی وعدگی شما یکان تخش روی از آهنگوی از دنیای خودتان دوست میداشتم، سندشان رو خیلی دوست میدارم تا حالا. البته خوب بچم خوب بچم. او زم زم ما گوش کرد، خیرمان کردن در تلگرام گوش کرد، یک الهام دیگر گرفتن. او زمزم ما گوش کن غم فراموش کن، زمزم ما گوش کن غم فراموش کن، قهر نک جان من آتش خاموش کن، قهر نک جان من شلر خاموش کن. او زمزم ما زمزم ما زمزم ما گوش کن. این سرود وادار میکنه که رقص بکنی، رقص بکنی. چنین چنین ترانه دام نگرفته رقص بکنی، ادامه بدید. او شیشتا بودم نیمی شب که تقی دروازه شد، آمدن های تو یاد آمد خمارم تازه شد، روی گندم داری و چشمان جادو نازنین، میکوشی آخر مرا با تیغ ابرو نازنین. انه کمی سمرقندی و زرفشانی و نزدیک تر شد. عجویب. همین هنرمندی اصیل همیشه مخلصش رو نیمه سیر میموند. باید نیمه سیر میموند، یعنی این نیمه سیری معنی رو دارد که ما باید انتظار باشیم باز هم آمدن هنرمند را، سخن گفتن هنرمند را، تا
تبسم کردن هنرمند را و کلتور بسیار بلند هنرمند را. سپاس میگویم رستم جان. موفق باشید. شما مهمون جان ما. زنده باشید. همیشه بیایید، منتظر مقدم شما هستیم و درود ما رو به مردم خوجند باستان ببرید. خدا نگهدارتون.